سرخط خبرها. واکنش ایران به محکومیت بین المللی اعدام روح الله زم، سفیر آلمان و رئیس دفتر نمایندگی فرانسه احضار شدند. اعلام مرگ ده‌ها شبه نظامی طالبان در قندهار طی درگیری با نیروهای دولتی. وزارت دفاع افغانستان گزارش شاهدان از کشته شدن غیر نظامیان را بررسی می‌کند. درگیری خونین طرفداران مخالفان دونالد ترامپ، اختلاف سر رأی دادگاه عالی آمریکا درباره نتیجه انتخابات عده‌ای مجروح به جا گذاشت. و وعده‌های بزرگ ولی ناکافی برای نجات زمین در همایش تغییرات اقلیمی. سلام به شما، عصر یک شنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. در واکنش به محکومیت بین المللی اعدام روح الله زم، مؤسس و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، وزارت خارجه ایران سفیران آلمان و فرانسه را احضار کرده. آلمان در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. دیروز اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام روح الله زم بر رعایت حقوق متهمان و خودداری از اخذ اعترافات تلویزیونی علیه متهمان تاکید کرد. دولت فرانسه هم در بیانیه جداگانه اعدام آقای زم را وحشیانه خواند و گفت که نقض فاحش آزادی بیان در ایران را قویاً محکوم می‌کند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. آقای رحمانی، خیلی خوش اومدید به برنامه. ایران می‌بینیم که سفرهای آلمان و فرانسه رو فراخونده. آیا ایران واقعاً فشاری احساس می‌کنه از جانب جامعه بین الملل که این اقدام رو کرده؟ نه، ببینید، یه دوره بود، دوره اصلاحات بود، یک مقدار دولت خاتمی با قوه قضاییه اثر می‌ذاشت، خب اونم محدود. الان برعکسه، الان آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه رو دولت وادار میکنن به همراهش باشه. در این دیدارم اینا انقدر سند نشان میدن، اعتراف مثلا از متهم نشان میدن یا اعتراف های دیگری نشان میدن که بله هیچ آقا این کار رو کرده، هیچ طرف راضی نمیشه. الان موقعیت باید فشار آورد، باید مجابه ملی موضع بگیرن تا مسئولیت خودشان. ولی واقعیت اینه که تا اثر میدانی و توازن قوا در داخل به هم نخوره، این فشارها محدوده، در حد اثرگذاریست، نه در حد متوقف کردن. آقا رحمانی، جامعه بین الملل کلن به جز محکوم کردن چه کاری میتونه بکنه که بتونه تغییری واقعی در عملکرد دولت ایران بذاره؟ ببینید، جامعه بین الملل که به تنهایی هیچی عوض نمی کنه. جامعه بین الملل به سلام معروف میتواند در توازن قوای تو جامعه مدنی ایران در یه حکومتی به وجود بیاد وارد بشود و اثر بذاره. توقع جامعه بین الملل باید یه توقع میزان شده ای باشه. ببین، جوامع ناتوان هستن که میخوان دیگری مسئلهشون رو حل کنه. واقعا همچه اتفاقی نیفتاده. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. بله، تاثیر دیگران هست، ولی این تاثیر باید ما میزانش مشخص کنیم. الان مشکل ما چیه؟ که ما یک سری هستن که میخوان تغییر طرف اعدام نشه، یه سری هم فکر میکنن هر اعدامی باید رژیم جمهوری اسلامی همین الان سرنگون کنه. بین این دو نفر، دو طرف، خود حکومت ایران نشسته و اینا همدیگر متهم به چیزهایی میکنن که گاهی نیستن. اون میگه تو مالکش نظامی، اون برمیگرده به اون میگه تو مثلا میخوای فقط این خارجی به کشور شما ما حمله کنه. ببینید، این اختلافات ضعیف‌تر میکنه حتی تاثیر جامعه بین الملل رو. و فهم میکنه که واقعا این اقدامات دولت ایران، اینکه حالا یک روزنامه‌نگار اعدام کرده، چه دستاوردی واقعا داره برای حکومت جمهوری اسلامی؟ این جمهوری اسلامی یک سیاستی داره. قوه قضاییه ایران بازدارنده است. ببینید، ما نسبت دهه 60 دستاوردهای به دست آوردیم. تو دوره اصلاحات یه سری اومد، جامعه مدنی زنده تر شد. جامعه مدنی، نه حکومت این کار رو کرد. الان شکاف انداخته. خروج ترامپ از برجام نقش جامعه بین الملل در توافقات داخل ایران کم کرده. شاید در سازش هایی که قرار صورت بگیره دوباره این نقش برگرده. ولی تا وقتی صدای مستقلی در جامعه مدنی
مدنی نباشه، فعالیت‌های میدانی در جامعه مدنی نباشه، نهاد به جای افراد فعال نشن. الان یه سری میان میگن ما مخالف اعدامیم، تلاش هم میکنن، جمهوری اسلامی خستهشون میکنه در جامعه ایران، دستگیرشون میکنه، خستهشون میکنه، نهادها رو زدن. چگونه میشود این نهادها رو ساخت؟ جمهوری اسلامی این روند رو ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی نهادکشه، در میداند باید نهادها رو بزنه، افراد فعال خسته میکنه، تلاش میکنه، موفق نشده، ولی بازی به تأخیر انداخته. چجوری میشه این بازی زیاد به تأخیر نیفته؟ میشه چگونه باید قوانین اعدام رو به اصطلاح لغو کرد؟ باید فکر کرد آیا ما برای که قوانین اعدام رو لغو کنیم حتما باید جمهوری اسلامی هم همین الان سرنگون کنیم، صبر کنیم تا اون موقع، یا نه در هر حکومتی باید قوانین اعدام رو لغو کرد؟ ما مشکل الان گفتمانی توافق روی یک راهبرد مؤثر برای اقدام مشترک در جامعه هم داریم. همه اینا باعث میشه همسال روح لازم اعدام بشه. آقای رحمانی، فکر میکنید چرا جامعه بین الملل الان فکر میکنیم که نمیتونه روی ایران فشار بیاره، چرا فکر میکنه روی کشورهای همسایه ایران که کمک میکنن به ربوده شدن این افراد و اینها رو مسترد میکنن به ایران، چرا روی اونا فشار نمیاره؟ مثلا امارات رو داشتیم، عراق رو داشتیم، چرا این کار نمیکنن؟ ببینید جامعه بین الملل تو عراق هم منافع داره دیگه، چی کار میخواد بکنه جامعه بین الملل؟ ایران تو عراق نفوذ داره، ایران تو امارات به اصطلاح معروف آدم داره. اینا این ببینید بحث اینه که جمهوری اسلامی یه قدرت کوچیک منطقه‌ای شده، این علیه مردمش به کار میگیره. خب جامعه بین الملل که مفهوم کلیه، جامعه بین الملل هم یه تعارف گاهی منافع باید منافع اون قسمت از جامعه بین الملل که شما میگید، نه کشورهای اروپایی و آمریکایی به اصطلاح تاثیرگذار باشه. ببینید رهبر جنبش، رهبر پارلمانی حزب سبز اروپا، مسئله اصلیش این است که میگه الان ترام عوض شده، یه خود وضع جهان بهتر میشه، اون موقع دیگه ایران در چه جایگاه قرار میگیره؟ اومدن ترام یک مسئله درست کرده. حتی اروپایی ها الان گاهی اجازه بدید حتی اروپایی ها خیلی جاها چشمشان رو بستن به خاطر که ترام از برجام بیرون اومده بود و میترسیدن ترام یه سری کار نابخردانه انجام بده که وضع اقتصادی اروپا رو بدتر کنه. ما در این شرایط هم هستیم. به ترامپ اشاره کردیم و به مسئله برجام. الان می‌دونیم که آقای بایدن قراره روی کار بیاد. این تنش دیپلماتیکی که الان بین ایران و اتحادیه اروپا در واقع به وجود اومده، فکر می‌کنه چقدر تاثیر بذاره روی این مذاکرات احتمالی که قرار بود شکل بگیره بعد از اومدن آقای بایدن برای برجام؟ ببینید باید دقت، اتحادیه اروپا باید از روی فشاری که روی ایران میاره محاسبه داشته باشه، ایران هم باید محاسبه داشته باشه. بازیگرانی تو اتحادیه اروپا هستن گاهی و در ایران هستن که میتوانن این بازی رو دوباره به هم بزنن، اگرچه الان هر دو طرف میخواهن مذاکره کنن. خب ولی هم در ایران مخالفین مذاکره هست، چون کاسب این تحریما هستن واقعا و این فضا به نفعشونه، هم در بخشی در هستن در کشورهای غربی میخوان این رابطه قرار نشه. دموکرات ها همواره وقتی اومدن در جهان تاثیر غیر مستقیم بر همین کشورها گذاشتن، گاهی از این تاثیر استفاده شده، گاهی نشده. من احساس میکنم که اروپا داره مزه میکنه میزان امتیاز دادن ایرانه، ولی باید محاسبش درست باشه. من با اینجا دیدم گاهی محاسبه ها درست نیست، یعنی جب زده است. همونطور که جمهوری اسلامی رو توان منطقه خودش غلط محاسبه کرد، آقای خامنه ای بسیاری از دستاوردهای منطقه ایش از دست داده، ولی هنوز داره، هنوز اون نفوذ داره. ببین این ملاحظات و مناسباتی که مهمه، این سیاست بازی قطره‌ای و نقطه‌ای و جابجایی شطرنجه که خیلی با اون مهره‌ها بسیار مهمن. گاهی همه چی خوب پیش میره، با یه محاسبه غلط همه چی گیر میاد. ببین آقای خامنه‌ای برجام طول داد و وقت زیادی از دولت بیتوان روحانی گرفت و جامعه مدنی ایران خسته کرد، ولی برجام بسته شد. ولی وقتی برجام بسته شد دیگه جامعه مدنی ایران حالش رو نداشت. این بازی ها خیلی آقای روحانی اونجا خطا کرد، باید میامد جلو شکنی با مردم کرد. این خطا در بازی سیاستمداران باید لحظه ای رصد بشه. من الان یک گفتگوی میبینم که احساس میکنم دارن همگیره مزه میکنن. این کتاب به کجا برسن و باید دید و باید لحظه ای و موردی قضاوت کرد، متشکرم. به شرط بودن یک استراتژی مشخص. متشکرم از شما تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ما. ممنونم.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن بیش از 60 شبه نظامی طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت قندرهار خبر داده. در همین حال شاهدان محلی از مرگ دست کم 7 نفر از اعضای یک خانواده از جمله 4 کودک در حمله هوایی نیروهای افغان خبر دادند. وزارت دفاع گفته که گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی می‌کند. جزئیات بیشتر را از علی حسینی خبرنگارمان در کابل پرسیدم. هر سه طرف او را تایید می‌کنند، هم وزارت دفاع افغانستان، هم غیر نظامی ها یعنی باشندگان محل و هم طالبا. این است که در چند نقطه از ولسوالی ارغنداب به ولایت قندهار در جنوب افغانستان درگیری صورت گرفته، ساعت ها هم ادامه داشته. باشندگان میگن که به در کناری که به جنگجویان طالبان آسیب رسیده، به غیر نظامی ها هم تلفاتی صورت گرفته وارد شده، از جمله همان چند نفر، 4 نفر که کودک، بین 7 نفر یک عضو فامیل. گروه طالبا اما میگه که 13 غیر نظامی در حمله به روستای ناگهان جان خود را از دست دادن. سخنگوی این گروه تصاویری از کودکان هم نشر کرده که در او دیده میشه چند نفر کشته شدن. حالا تایید این تصاویر هم فعلا نمیشه چیزی در موردش گفت. وزارت دفاع اما چی میگه؟ میگه که در چند نقطه از ولسوالی ارغنداب و چند نقاط دیگر از ولایت قندهار جنگجویان طالبان حمله کردند و در نتیجه پاسخ دادن نیروهای امنیتی که در آن 59 جنگجوی طالبان کشته شدند و 9 نفر دیگر هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان همینطور گفته که بررسی میکنه کشته شدن تلفات، کشته شدن و تلفات غیر نظامیان رو در این درگیری ها. داستان کشتشان غیر نظامیان داستان طولانی است به اندازه جنگ افغانستان. گفتن که در رابطه با همین موضوع هیئت مشترکی را از قلعه‌ورده 205 اتل، سپاهی که در منطقه حضور دارد و همچنین فرمانده پلیس قندهار و ولسوالی ارغندام تعیین کردند تا اونا در این زمینه بررسی کنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم گفته که این موضوع را بررسی میکنند. یک هفته پیش گزارش یک دانشگاه آمریکایی ارائه شد و گفت که در طی حدود 3 سال گذشته تلفات غیر نظامی ها بر اثر حملات نیروهای هوایی از جمله افغان و همچنین ایالات متحده آمریکا 4 برابر شده. تنها در سال 2019 700 غیر نظامی در این حملات جان خود از دست داده. در جریان درگیری طرفداران و مخالفان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن و چند شهر دیگر دست کم 5 نفر به ضرب گلوله و چاقو مجروح شدند. طرفداران آقای ترامپ میگویند در انتخابات اخیر به نفع رقیب او جو بایدن تقلب گسترده صورت گرفته، هرچند که شواهد محکمه پسندی برای این ادعا ارائه نکردند. آنها به رأی دادگاه عالی معترضند که 2 روز پیش درخواست ابطال نتایج انتخابات در 4 ایالت کلیدی را رد کرد. خشونت‌های خیابانی در حالی بالا گرفته که قرار است فردا نمایندگان کالج‌های انتخاباتی در ایالت‌ها با اعلام رسمی آرا نتایج را نهایی کنند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. طرفداران آقای ترامپ و به آتش کشیدن یکی از شعارهای مخالفان او در جنبش جان سیاهان مهم است. دیشب در یکی از خیابان‌های مرکزی واشنگتن نمایشی از تنش و اختلاف این روزها در آمریکا. دو طرف اینجا و اونجا به جان هم افتادند. دست کم 4 نفر با ضربات چاقو مجروح شدند. 1 نفر به ضرب گلوله در شهر کولومبیا. دست کم 20 نفر از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. هزاران نفر از طرفداران آقای ترامپ اینجا اغلب با کلاهای قرمزشان طی روز اینجا جمع شدند. تعدادشان کمتر از دفعه قبل چند هفته پیش. برای اعتراض به رأی دادگاه عالی که روز جمعه حکم داد دلیلی برای باطل کردن نتایج انتخابات در 4 ایالت کلیدی وجود ندارد. کسانی که میگویند به صورت گسترده‌ای در انتخابات تقلب شده و این انتخابات از آنها گرفته شده. این مرد میگوید همه ما خشمگین هستیم. او میگوید اهل پنسیلوانیا است و رأی او خوانده نشده. این علی‌رغم احکام 10 دادگاه در چندین ایالت که ادعای تقلب را رد کردند. در این تجمع همه ترامپ بودند. خود او گفته بود به این تظاهرات سر می‌زند، اگرچه دست آخر با پرواز با هلیکوپتر سر راهش به نیویورک از بالای محل تجمع رد شد. اما افراد گروه پراد بویز یا جوانان غیور از راستگرایان تندرو و اغلب مسلح بخش مهمی از جمعیت را تشکیل دادند.
اگرچه این عضو گروه میگوید امیدوار است همه چیز آرام و صلح‌آمیز برگزار شود. آقای ترامپ در نیویورک به تماشای بازی دوستانه تیم‌های فوتبال نیروهای زمینی و دریایی رفت. او حرف تازه‌ای نداشت. در میان نظامی‌هایی هم که ماسک داشتند، او ماسک نزد. او هنوز نتایج انتخابات را قبول نکرده و هنوز امیدوار است که راهی برای تغییر آرا پیدا کند. رأی دادگاه عالی روز جمعه علیه باطل کردن نتایج انتخابات در 4 ایالت کلیدی ضربه بزرگ به امیدهای او بود. کسرانجی بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ایران در واکنش به محکومیت بین المللی اعدام روح الله زم سفرهای آلمان و فرانسه را احضار کرد. وزارت دفاع افغانستان گزارش کشته شدن غیر نظامیان در ولایت قندهار بر اثر حمله هوایی به مواضع طالبان را بررسی می‌کند. در ادامه برنامه. درگیری و بازداشت ده‌ها نفر در سومین هفته از اعتراضات به لایحه امنیتی دولت فرانسه. رهبران اتحادیه اروپا و بریتانیا توافق کردند که مهلت گفتگوها برای رسیدن به توافقی درباره روابط تجاری آیندهشان را یک بار دیگر تمدید کنند. دو طرف قبلا گفته بودند که امروز آخرین مهلت برای رسیدن به توافق است، ولی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و نخست وزیر بریتانیا بعد از تماس تلفنی در بیانیه‌ای اعلام کردند که می‌خواهند به مذاکراتشان فرصت بیشتر بدهند. 19 روز دیگر دوره گذار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد، اما شرایط مراودات تجاری دو طرف بعد از این دوره هنوز معلوم نیست. مشخص دقیقاً مثل روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته دو طرف هیچ کدومشون هنوز آماده نیستن که عقب نشینی کنن از خواسته هاشون. ببینید، بریتانیا میخواد بعد از خروج از اتحادیه اروپا و این پایان دوران گذار دسترسی آزاد و نامحدود به بازار اتحادیه اروپا داشته باشه، به معنی اینکه نه عوارض گمرکی بده نه سهمیه داشته باشه برای صادرات به اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا حرفش اینه که اگر شما یه همچین دسترسی رو میخواین تا ابد داشته باشید، باید امکان رقابت عادلانه بین شرکت‌های بریتانیایی با همتایانشون تو اتحادیه اروپا برقرار بشه. این به این معنیه که از نظر اتحادیه اروپا بریتانیا باید قوانین و استانداردهاش همسان با اتحادیه اروپا باشه و دولت بریتانیا اعتقاد داره که نه از اتحادیه اروپا اومده بیرون که قوانین و استانداردهاش رو خودش تعیین کنه. و مسئله مهم اینه که در دولت بریتانیا و در دولت بوریس جانسون و نزدیکانش این تصور وجود داره که اتحادیه اروپا همیشه توی موقعیت‌های سخت در دقیقه 90 عقب نشینی میکنه. مثلا این که دقیقه 90 مدت‌ها پیش تموم شده و هنوز بریتانیایی‌ها منتظرن اتحادیه اروپا عقب نشینی کنه و اروپایی‌ها هم به نوعی منتظرن که بریتانیایی ها عقب نشینی کنن. بهترین خب هی ضرب الاجل تعیین میکنن، هی تمدید میکنن، چی قرار بشه اگه همینجوری ادامه پیدا بکنه؟ مسئله اینه که نه تنها ما نمیدونیم که کسب و کارها، شرکت‌های کوچیک و بزرگ هم نمیدونن و این عدم اطمینان نسبت به این که 20 روز دیگه چه اتفاقی قرار بیفته، 20 روز دیگه صادرکننده ها و واردکننده های دو طرف بر اساس چه مقرراتی، با پرداخت چه عوارضی، با پر کردن چه فرم هایی میتونن کارشون رو انجام بدن، باعث شده که خیلی ها در روزها و هفته های اخیر شروع کنن به انبار کردن در دو طرف و نتیجه این داستان این شده که توی بندر، بعضی از بندرهای بریتانیا مخصوصا یه ترافیک شدیدی به وجود اومده و نتیجه این ترافیک این بود که همین چند روز پیش شرکت خودروسازی هوندا اعلام کرد که یک خط تولیدش در بریتانیا رو متوقف میکنه به خاطر اینکه قطعاتی که معمولا ظرف چند ساعت یا حداکثر یکی دو روز از اروپا به بریتانیا میرسید اینا گیر کرده و به هم خود به خاطر نداشتن قطعات مجبور شدن که خط تولید رو متوقف کنن. نگاهی به چند خبر کوتاه. سازمان بین المللی گوی که هماهنگی تهیه و توزیع واکسن کرونا را در چارچوب کنسرسیوم کوواکس بر عهده دارد، میگوید تحریم‌های آمریکا مانعی برای تهیه واکسن از سوی ایران نیست.
یک سخنگوی این سازمان به بی بی سی فارسی گفته مجوز موسوم به اوفک برای ایران صادر شده و هیچ مانع قانونی بر سر راه این کشور وجود ندارد. بیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته بودند پرداخت ارز مورد نیاز برای تهیه واکسن به خاطر تحریم‌های آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با موانع مواجه شده. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید 4 سرباز این کشور در حمله به نیروهایش در نزدیکی منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کشته شدند. ارمنستان هم گفته 6 سربازش در حمله نیروهای آذری زخمی شدند. دو طرف از شنبه یکدیگر را به نقض آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه حاصل شده متهم می‌کنند. روسیه که صلح‌بانش را در منطقه مستقر کرده از دو کشور خواسته به توافق احترام بگذارند. در فرانسه معترضان به لایحه امنیتی دولت برای سومین هفته متوالی به خیابان ها آمدند. راهپیمایی ها عمدتاً مسالمت آمیز بود ولی درگیری هایی هم بین پلیس و عده‌ای از معترضان رخ داده. بیش از 100 نفر در پاریس بازداشت شدند. معترضان خواهان لغو پیشنویس قانونی هستند که فیلمبرداری از ماموران پلیس را محدود می کند. باران عباسی گزارش می دهد. پاریس، سومین هفته اعتراض‌ها علیه لایحه امنیتی دولت. استفاده از ماشین آپاش و گاز اشک‌آور در مقابل آن دسته از معترضانی که به گفته پلیس دست به خشونت زدند. بیش از 100 نفر تنها در پاریس دستگیر شدند. بازداشت‌هایی هم در جریان تظاهرات در استراسبورگ، لیل، تولوز و مارسی رخ داد. بیشتر تظاهرات اما مسالمت آمیز بود. بازگشت هزاران نفر به خیابان‌ها. کسانی که خواستار لغو پیشنویس قانونی هستند که انتشار تصاویر پلیس را ممنوع می‌کند. در صورتی که هدف از این کار وارد کردن صدمه جسمی یا روانی به ماموران باشد. نمیشد راه پیمایی امروز از دست بدیم. باید بیایم و از حقوقمون مخصوصا از حق آزادی بیان دفاع کنیم. دولت فعلی میگه از آزادی‌های مدنی دفاع میکنه، اما اگر دولت بعدی چنین تعهدی نداشته باشه چی؟ خیلی ترسناکه، چون دولت همه ابزارها رو در دست داره تا هر کسی رو که در مقابلش بایسته سرکوب کنه. لایحه امنیتی دولت بخشی از اقدامات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای نشان دادن جدیت بیشتر در اعمال نظم و قانون است. آقای مکرون میگوید هدف حمایت از پلیس در مقابل نفرت پراکنی های اینترنتی است. با بالا گرفتن اعتراض ها مقام ها وعده دادند بندی را که مربوط به محدود کردن حق فیلم برداری از پلیس است بازنویسی کنند. اما معترضان می‌خواهند این قانون به کلی لغو شود. آنچه به خشم فرانسوی‌ها افزوده، تصاویر ضرب و جرح میشل زکلر، تهیه کننده موسیقی به دست پلیس است. مردی سیاه‌پوست بی‌دفاع در استودیوی شخصیش. تصاویر دوربین مداربسته که ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بسیاری می‌گویند چنین حادثه‌ای شاید با وجود قانون جدید افشا نمی‌شد. 4 مأمور پلیس بازداشت شدند. با وجود صحنه‌های اینچنین و هو کردن پلیس، لحظاتی از نمایش همدلی ماموران با معترضان، با برداشتن کلاه‌های ایمنی، تلاش بسیاری در هر دو طرف برای مسالمت‌آمیز نگه داشتن جنبشی عمومی در راه حفظ آزادی‌های مدنی. ارزشی مهم و حیاتی در جامعه فرانسه که هفته هاست هزاران نفر را به خیابان ها کشانده. بعد از ماه ها ماندن در خانه به دلیل محدودیت های کرونا، دوربین ها متمرکز روی تک تک حرکت های پلیس. با این پیام که وقت دفاع از آزادی بیان، فرانسوی ها در خانه نخواهند ماند. باران عباسی، بی بی سی. همایش جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی وارد دومین و آخرین روز شده. سران کشورهایی که مسبب اصلی بحران تغییرات اقلیمی و گرمتر شدن زمین هستند، وعده‌های زیادی دادند که چطور در سالهای آینده
آلودگی کربنی را کاهش می‌دهند و به سمت یک اقتصاد سبز حرکت می‌کنند. اما خیلی از کشورهای اصلی آلاینده جو زمین غایب بودند. آنطور که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد، احساس امیدواری زیاد است، ولی این نگرانی هم وجود دارد که هم وعده‌هایی که داده شده کافی نباشد و همین که این وعده‌ها اصلاً عملی نشوند. از زرق و برق یک کنفرانس جهانی برای نجات زمین اینجا خبری نیست. اصلاً اینجایی در کار نیست. اجلاس مبارزه با تغییرات اقلیمی سازمان ملل تماماً آنلاین برگزار شد. فقط سران کشورهایی که قول دادند برای مهار تغییرات اقلیمی و گرمتر شدن زمین گام‌های بزرگ بردارند دعوت شدند. بیش از 70 کشور به میدان آمدند. از جمله بازیگران مهمی مثل چین، اتحادیه اروپا، هند و ژاپن. کلیپ های کوتاه از طرف رهبران هر کشور با آرمان های بلند. چین متعهد می شود که تا سال 2030 برای هر واحد اقتصادی از رشد ناخالص داخلی 65% از آلودگی کربنی خود کم کند. ما با بهره گرفتن از دانش روز ضمن ایجاد یک انقلاب صنعتی سبز در داخل، تأمین مالی کلیه پروژه های سوخت فسیلی در خارج را متوقف می کنیم. آنچه ما نیاز داریم راهبردی برای رساندن آلودگی کربن به صفر است. ما فرهنگ سازی درباره تغییرات اقلیمی را در کانون تدریس های دینی خود قرار خواهیم داد. همه از خطراتی که کشور آنها و کره زمین به خاطر گرمتر شدن و تغییرات اقلیمی با آنها روبروس گفتند و اینکه چگونه سهم خود را با کم کردن از آلودگی کربنی ایفا خواهند کرد. با اینکه وعده ها امید بخش بودند، از بازیگران مهم دیگری مثل روسیه، عربستان، برزیل و استرالیا خبری نبود. رهبران این کشورها معتقدند به نفع آنها نیست که برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی کار خاراشکافی کنند. دولت آمریکا هم غایب اصلی بود، ولی همه چشم به راه دولت منتخب جو بایدن هستند که از توان بی‌نظیر آمریکا برای قوت دادن به این کارزار بهره ببرد. آنگونه که حضور آمریکا 5 سال پیش قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ توافق پاریس را ممکن کرد. پیش از توافق جهانی پاریس، دنیا به سمت 5 تا 6 درجه سانتیگراد افزایش حرارت تا آخر این قرن حرکت می‌کرد. اما حالا پیشبینی این است که افزایش حرارت 3 درجه سانتیگراد باشد، اگر همه وعده ها عملی شوند. ولی 3 درجه افزایش حرارت ذاتاً خبر خوبی نیست. به قول دبیر کل سازمان ملل یک فاجعه بشری است. از این روز که فعالان اقلیمی میگویند تبریک گفتن بابت وعده های داده شده خودفریبی است و قرار نیست کاری کارستان انجام گیرد. همه میدانند که کارهای بزرگ با گام های کوچک شروع می شود. اما در اجلاس تغییرات اقلیمی این احساس همیشه و همه جا سایه افکنده که گام‌های کوچک برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ کافی نیست. سیاوش اردلان، BBC. با این گزارش سیاوش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه بیننده تلویزیون فارسی BBC هستید.